وزارت نقلیات تاجیکستان در سامانه رسمیش خبر داد که سانه 14 مارس سال 2022 در این وزارت مراسم امضای یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره اوید به ساختمان مترو در شهر دوشنبه برگزار گردید. یادداشت تفاهم را وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و از جانب شرکت راه آهن ملی کره دایرکتور اجرایی راه آهن ملی کره جناب کیم خانگ یونگ به امضا رسانیدند. وزیر نقلیات در این مراسم گفت امضای این تفاهم نامه زمینه همکاری ها برای براماندن همکاری های متقابلا سودمند فراهم آورده امکان میدهد که همکاری های دو جانبه نهادهایمان را قوی نماییم و با این وسیله امکانیت جلب شرکت راه آهن ملی کره برای تطبیق دیگر لایه های سرمایه گذاری ساحه نقلیات را که اهمیت منطقوی دارند وسیع سازیم. بنیاد مترو در دوشنبه یکی از وعده های پیش از انتخاباتی نامزد به پرزیدنتی عبدالعلی مغفوروف در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 بود. چون اولی پایتخت از 1 میلیون نفر عبور کرده است باید در دوشنبه مترو ساخته شود. موافق ریلی فشار آن میتواند در بعضی جایها متروی روی زمینی هم باشد. گفته بود غفوروف مقامات شهر دوشنبه با دنبال گفته بودند که بنیاد مترو اساسا متروی روی زمینی در نقشه جنرالی رشد پایتخت تاجیکستان درج شده است. طبق این نقشه باید ساختمان مترو از سال 2025 سر شده اولین خطش سال 2040 به کار درآید. انتظار می رود که خط یکم متروی دوشنبه از روی زمین از نزد دروازه جنوب پایتخت تا به محله گلستان کشیده شود. مقامات دوشنبه گفتند که در صورت ضرورت در آینده با ساختن روی زیرزمینی مترو نیز اقدام خواهند کرد. تا امروز در آسیای مرکزی تنها در دو شهر بزرگترینش تاشکند و الماتو خط مترو ساخته شده است. مسئله بنیاد مترو در همه پایتخت‌های دیگر منطقه بیشکک، دوشنبه، نورسلطان و اشق‌آباد نیز در سطح بررسی قرار دارد، ولی تا کنون هیچ کدام آنها در این سمت اقدام مشخصی نکردند.